در مجله یک با شماره 190 صفحه 69 به نقل از تاریخ پرسی سایکس جلد دوم نوشته شده که هرچند هرچه درباره ناصرالدین شاه بشنویم برای همه یک امر عادیه. آنقدر که ناصرالدین شاه زنباره و هوسران بوده، با کارهایی که انجام میداد اون رو در میان پادشاه های هرز رفتار یکی کرده بود. اما اینکه ناصرالدین شاه با وجود اینکه سه بار به اروپا رفته بود، اهالی ایران رو از رفتن به فرنگستان باز می‌داشت و حتی به فرزندان خود نیز اجازه نمی‌داد که برای تحصیل به اروپا عزیمت کنند. ناصرالدین شاه در اواخر دوران سلطنت از آشنا شدن اتباع خود به علوم و معارف غرب جلوگیری می‌کرد و معروف است که یک بار گفته بود درباریان ایران باید آنقدر عامی و بی اطلاع باشند که حتی ندانند بروکسل نام شهری است یا یک نوع کلم. اما با وجود خودداری هایی که ناصرالدین شاه از اطلاع درباریان از فرهنگ می کرد، بودند کسانی که برای پیشرفت ایران از هیچ چیز دریغ نمی کردند. اما افسوس که دست درباریان منفعت طلب بروی بیشتری از آنها در مسائل حکومتی داشت و نتیجه اینها مظفرالدین شاه بود که بعد از مرگ ناصرالدین شاه به پادشاهی رسید و با رفتن به فرانسه به جز هوسرانی و آبروریزی و بدهی بالا آوردن برای ملت ایران کار دیگه ای انجام نداد.